بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و افضل صلوات الله و اکمل تسلیماته علی رسوله الذی ارسله بالهدی و دین الحق ابی القاسم محمد. و علا اهل بیته المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین. برای شناخت شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها، یکی از منابعی که مورد توجه هست همین زیارتی است که الان همه با هم زمزمه کردیم در کنار روایات متعددی از شیعه و اهل سنت که اینها میتونن منابع خوبی برای معرفت به وجود مبارک حضرت زهرا سلام الله علیها باشن. اما وقتی انسان سیر میکنه در این روایات، در این زیارات معصوره و وارده از اهل بیت علیهم السلام، یه نکته‌ای که به نظر میرسه مهمه در شناخت این شخصیت الهی این هست که انسان ببینه این ساختمان معنوی وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها از چه عناصری تشکیل شده و چه عواملی در این ساختمان و بنای این ساختمان مؤثر بوده. یکی از عواملی که در وجود معنوی حضرت زهرا سلام الله علیها مؤثر بوده، وجود نازنین رسول خدا پدر ایشون هست. یعنی هر انسانی، هر شخصیتی وقتی میخواد بنیانش ساخته بشه، به نظر میرسه که چهار عنصر در این ساختمان معنوی نقش داره. یکی پدر انسان، یکی مادر انسانه و دیگری مربی و معلم انسان و عنصر چهارم هم روزی است که انسان میخوره، که از کجا تهیه شده، به چه صورت تهیه شده، اون روزی حلال، طیب، پاکی که قرآن مجید ازش سخن میگه. یه عبارتی دارن رسول خدا در همین زمینه که انسان اون آثاری که در وجود خودش هست رو به نسل‌های بعدی خودش منتقل میکنه. و عجیب اینه، این فرمایش رو زمانی رسول خدا فرمودند که در 1400 سال قبل نه مسئله کروموزوم ها و نه مسئله ژن برای انسان ها شناخته شده نبود. اما اون روزگار پیغمبر یه تعبیری دارن، میفرمایند ان العرق دساسون، این ژن در انسان، این عرقی که پیغمبر میفرماید معادلش همون ژن میشه به زبان امروز، فرمودن اثر خودش رو در نسل‌های آینده دست به دست میچرخانه و منتقل میکنه. و البته عجیب نیست برای ما، چون ما میدونیم که علم اهل بیت علیهم السلام یک علم خدایی بوده، یک علم الهی بوده و علمی که احاطه به گذشته و حال و آینده بوده.
امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون امام مجتبی میفرمایند پسرم من اقوام و ملت‌های گذشته رو که ندیده بودم، باهاشون نشست و برخاست نداشتم، اما من انقدر در احوال اینها سیر کردم که انی عدت که احدهم، انگار من یکی از اونها بودم، با اونها زندگی کردم، با اونها بزرگ شدم. لذا این علم اهل بیت علیهم السلام همشون، چه وجود نازنین رسول خدا، چه حضرت زهرا سلام الله علیها، چه فرزندانشون، این علم علم خدایی بوده. و لقد آتینا داوود و سلیمان علما، اون علمی که از جانب خدا افاضه شده بود به این بزرگواران. لذا ما میبینیم در روایات مختلفی، مثلا داره در روایت که ابن ملجم چند مرتبه خدمت امیرالمؤمنین رسید، هر باری هم یه قضیه‌ای داره. یکی از اون دفعات وقتی اومد خدمت حضرت، چون شیعه بود، اهل یمن بود ابتدا، و اینکه انسان باید مراقب باشه و مراقبت کنه که عاقبت امرش ختم به خیر بشه، اینها شواهدی است که واقعا تکان دهنده است برای انسان. یه شیعه ای از یمن بلند شه به نمایندگی از شیعیان یمن بیاد خدمت امیرالمؤمنین برسه و مطالب مردم یمن رو به حضرت منتقل کنه، بعد قاتل حضرت از آب در بیاد. اینه که انسان باید مراقبت کنه، باید مواظبت کنه. در یکی از اون دیدارها وقتی ابن ملجم به امیرالمؤمنین اظهار علاقه کرد، اظهار ارادت کرد، گفت آقا من خیلی به شما علاقه‌مندم، خیلی عشق شما در قلب من هست، روایت میگه امیرالمؤمنین لحظاتی رو سکوت کردن و در فکر فرو رفتن، بعد سرشون رو بلند کردن، فرمودن کذب تولا، داری دروغ میگی. گفت چطور؟ حضرت فرمودن من یه نگاهی کردم به پرونده شیعیانمون تا روز قیامت یه لحظه و نام تو رو درش ندیدم. معلوم نیست خلاصه چه عاقبتی در انتظارت هست. این علم اهل بیت که احاطه به گذشته و حال و آینده داره. این رو قرآن می‌فرماید. دلیل قرآنیش رو براتون بگم. در سوره مبارکه توبه که هر عملی که از ما سر میزنه، این عمل ما سه تا بیننده داره، و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، خدا اعمال ما رو میبینه، پیغمبر اعمال ما رو میبینن. این آیه فقط مختص زمان حیات پیغمبر نیست. اونایی که میگن پیغمبر مرد و از دنیا رفت، چرا میرید به پیغمبر سلام میکنید؟ ما چنین اعتقادی نداریم. قرآن میفرماید پیغمبر شاهد بر اعمال ما هست، حاضر و ناظر بر اعمال ما هست. اونم با قطعیت آیه قرآن بیان میکنه فسیر الله عملکم. این سین تحقیقه، نه سین استقبال، چون معنا نداره که من الان عمل رو انجام بدم بعد در آینده خدا مطلع بشه. قطعا خدا میبینه، پیغمبر میبینه، و مؤمنون که در آیه شریف هست که در تفاسیر متعددی داره که ما اهل بیت هستیم که اعمال شما رو می‌بینیم. در روایت هست پرونده اعمال ما، اینا اعتقادات ما شیعه است که این اعتقادات ریشه در قرآن داره، که پرونده اعمال ما رو هر هفته خدمت امام زمان می‌برن، به ایشون عرضه می‌کنن. ایشون میبینه اون اعمال رو، وقتی میبینه یه شیعهش کار مثبت انجام داده، عمل صالح انجام داده، خوشحال میشن. و از اون طرف وقتی پرونده رو میبینن، میبینن کسی که
اسم خودش رو شیعه گذاشته اما برخلاف اهل بیت قدم برداشته، باعث ناراحتی اونها میشه. امام صادق علیه السلام وارد مسجد مدینه شدن، با صدای بلند فرمودن مردم بدن پیغمبر رو در قبر نلرزانید. یه جاهلی که متأثر از همون افکار بود، وا پیغمبر زیر خاک از دنیا رفته، کجا بدن ایشون میلرزه؟ فرمودن وقتی شما امتش گناهی رو مرتکب میشید، معصیتی رو انجام میدید، بدن پیغمبر در قبر میلرزه. این فرمایش امام صادق علیه السلام. خب این علم اهل بیت علیهم السلام خیلی عجیبه. حالا من نمونه های زیادی الان در ذهنم هست که یه شخصی میگه من خدمت موسی بن جعفر علیه السلام بودم، دیدم که یه شخصی با قد کوتاه و زبانی که میگم مثلا تا حالا نشنیده بودم، اون زبان رو، اون لهجه رو، اومد مطلب خودش رو با حضرت موسی بن جعفر در میان گذاشت. میگه این لهجه شبیه صدای گنجشکان بود، اینقدر برا من نامأنوس بود. بعد میگه حضرت به همون زبان جوابشو دادن. وقتی رفت سوال کردم یا ابن رسول الله این کی بود؟ به چه زبانی سخن میگفت؟ چی به شما میگفت؟ حضرت فرمودن این یکی از شیعیان ماست که در چین زندگی میکنه. اینا عالم و آگاه به زبانها بودن، عالم و آگاه حتی به زبان حیوانات بودن. یه روایتی حضرت سید و شهدا علیه السلام دارن که در اون روایت صدای پرندگان رو تفسیر کردن، که هر پرندهی وقتی صدا از خودش میده بیرون این چی داره میگه، چجوری خدا رو تسبیح میکنه. اینا همه ریشه در قرآن هم داره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. قرآن میفرماید اون چه که در آسمان ها و زمین هست مشغول تسبیح خداست، اما شما این تسبیح رو متوجه نمیشه. ولکن لا تفقهون تسبیح. خب پیغمبر اکرم با این احاطه علمی در 1400 سال قبل اشاره دارن به مسئله ژن، به مسئله وراثت، به مسئله کروموزوم هایی که اینها حامل مسئله ژنتیک در انسان هستش. این رو بیان کردن. امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمودن، این روایت در قدیمی ترین کتاب های ما هست، در کنار نهر فرات، فرمودن من اگر بخوام میتونم از این آب این شهر رو روشن کنم. مسئله برق رو امیرالمؤمنین بهش اشاره داشتن. مسئله انتقال بعضی از بیماری ها رو امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دارن، ومزج میاءهم بالوباء، که آب ناقل این بیماری. هیچ کدام اینها تا حالا نقض نشده، از بین نرفته با علم روز. این یعنی حکمت، این یعنی کلامی که استحکام خودش رو از دست نمیده. تا روز قیامت فرمایشات معصومین علیهم السلام اون تراوت و تازگی خودش رو داره، در همه شهرها، در همه کشورها، در همه فرهنگها کاربرد خودش رو داره. فرهنگ اهل بیت و هیچ فرهنگی، به تحقیق این رو بدونید، غنی‌تر از فرهنگ اهل بیت نیست. در ریزترین مسائل زندگی ائمه ما دستور دارن، در خوابیدن، در مهمانی رفتن، در مهمانی دادن، در غذا خوردن، تمام اینها آدابی است که در کتاب‌های ما از اهل بیت علیهم السلام نقل شده. ان العرق دساس، پیغمبر می‌فرماید که این مسائل وجودی انسان به نسل‌های بعدی منتقل میشه. یه وقت یه شخصی اومد محضر پیغمبر بعد از نمازشون بود، چون عادت پیغمبر این بود که
وقتی نمازشون تمام میشد یه چند دقیقه در بین مردم باقی میموندن، کسی اگر سوالی داشت، مطلبی داشت. یه شخصی اومد، یه بچه هم تو بغلش بود، بچه سیاه پوست اما پدره نه، گندمگون بود. گفت یا رسول الله یه سوالی برام پیش اومد و اون اینه که نه من و نه همسرم هیچ کدامون سیاه پوست نیستیم، اما این بچه رو که ملاحظه میفرمید خیلی چهرش سیاهه، فقط سوال برام پیش اومد، هیچ شک و شبهه‌ای هم ندارم. پیغمبر فرمودن ممکنه در بین اجداد تو، پدری یا مادری یا اجداد همسرت، یه شخص سیاه پوستی بوده که این عرق و به تعبیر امروز ژن به این بچه منتقل شده. فضیلت ها هم همینطور هست، از پدر و مادر به بچه منتقل میشه. رذایل هم همینطور، یعنی نکات منفی هم باز به بچه ها منتقل میشه. باز یه تعبیر دیگه ای دارن رسول خدا، میفرمان الحرام و یبین و فزوریه، مال حرام خودش رو در نسل انسان و در بچه های انسان نشون میده. نه تنها خود انسان رو گرفتار میکنه، بلکه فرزندان انسان و نسل انسان رو گرفتار میکنه. رسول خدا وقتی که چندین بار حکم ربا رو در مدینه و مکه برای مردم بیان کردن، در مدینه چند بار، بعد از فتح مکه چند بار، دیدن که عموی خودشون عباس ابن عبدالمطلب، این هم جزء یکی از رباخورای مکه بود، باز حاضر نشد که دست برداره از این کار، یه بار اسمشو بردن، فرمودن حتی ربایی که عموم عباس بگیره و بده. خب این مال حرام، یبین و فزوریه، خودش رو در نسل انسان نشون میده. از زمان امام صادق به بعد تا امام عسکری رو فرزندان همین عباس زندان کردن و کشتند و سم دادن، خودش رو نشون میده. خیلی باید مراقب بود، خیلی باید مواظبت کرد که انسان نیاد و دیگران رو به خاطر خودش گرفتار کنه، روز قیامت بشه در میزان اعمال ببینه که چند صد تا شاکی داره که اصلا اینا رو ندیده، اینا بعد از خودش اومدن، اینا شاکی از انسانه که تو مال حرام خوردی که این رشته های تاریک در وجود ما پیش اومد. جوونه رفت پیش مادرش، گفت مادر نمیدونم علت چیه، اما یه رشته تاریکی در باطن خودم حس میکنم، هر وقت میخوام برم طرف عبادت، طرف کار مثبت، یه ترمزی در وجودم هست، نمیدونم هم چرا. اینو پیدا نکردم علتش رو. پسر مؤمن بود، متدین بود. بعد مادرش بهش گفت، گفت وقتی من تو رو حامله بودم، رفته بودم پشت بام، دیدم همسایه‌مون یه سفره زردالو پهن کرده جلو آفتاب خشک کنه، بدون اجازه رفتم یه دونه از اینا رو برداشتم خوردم، یادمم رفت ازش حلالیت بگیرم. این رشته تاریک مال همونجاست، الحرام یبین و فزوریه. خب ببینید، پدر و مادر در ساختن ساختمان معنوی فرزندشون چقدر میتونن مؤثر و مخرب باشن، هم مؤثر و هم مخرب. اینه که وظیفه سنگینی بر دوش پدرها و مادرها هست در مسئله تربیت فرزندانشون، در مسئله لقمه‌ای که به خانه میبرند و میذارن این لقمه رو در سفره زن و بچه، باید دقت کنن از کجا به دست اومده، چجور به دست اومده. اینها اثرات مخربی در زندگی انسان و در نسل انسان داره. خب این مسئله پدر و مادر و نقششون، لذا ما میبینیم که در این زیاراتی که از حضرات معصومین علیهم السلام هست،
این رشته پدر و مادر همینطور دنبال میشه. مثلا زیارت وارث حضرت سید الشهدا علیه السلام، السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله، یا وارث نوح نبی الله، یا وارث ابراهیم خلیل الله. ببینید فضائل حضرت سید الشهدا علیه السلام رو تا کجا از پدرانش نشون میده که ای حسین عزیز تو وارث فضیلت های جدت حضرت آدمی، جدت حضرت ابراهیم هستی، جدت پیغمبر هستی، السلام علیک یا ابن خدیجه الکبرا. حتی مادر بزرگ ایشون یعنی حضرت خدیجه سلام الله علیها نقش داشته در شخصیت حضرت سید الشهدا، و الا در زیارت نمیگفت معصوم امام صادق علیه السلام، که هم خودشون فرمودن و هم به صفوان جمال فرمودن که اینطور جدم حسین رو زیارت کن. تا اونجایی که امام صادق میفرماید اشهد انک کنت نورن فل اسلاب شامخه ول ارهام المطهره، دیگه اصلا اسامی رو میذارن کنار، فرمودن که تو به صورت نوری بودی در صلب پدران و در رحمهای پاک مادرانت. یعنی فضائل تو رو بعد از پدرانت جستجو کرد، از مادرانت باید جستجو کرد، از امیرالمؤمنین و حضرت زهرا، از پیغمبر و خدیجه، همینطور تا بره بالا. حالا برگردیم به قرآن، ببینیم که این چهار عنصری که در ابتدای سخن عرض کردم، پدر، مادر، مربی و لقمه‌ای که انسان میخوره، چقدر مؤثر در شخصیتش هست. در سوره مبارکه آل عمران هر چهار مورد رو در مورد حضرت مریم سلام الله علیها در این سوره خدا بیان میکنه، هم پدر مریم رو، هم مادرش رو، هم معلمش رو، و هم اون رزق و روزی که مریم ازش استفاده میکرد، که چی شد که این خانم تبدیل به مریم کبرا شد، تبدیل شد به زنی که سیده نساء زمان خودش بود، یعنی از همه زنها برتر در زمان خودش. خب اول پدر مریم رو ببینید، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا می‌فرماید که در این سوره مبارکه که خداوند متعال حضرت آدم رو، حضرت نوح رو، خاندان ابراهیم رو که یک خاندان بسیار گسترده‌ای بوده، میدونید دیگه ایشون دو تا پسر داشت حضرت ابراهیم، یکیش حضرت اسماعیل که جد پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام، و یکیش هم حضرت اسحاق که انبیاء بنی اسرائیل همه از نسل او هستند، یعنی از حضرت یعقوب تا حضرت موسی هر چی پیغمبر بودن از نسل حضرت اسحاق بودن. و آل عمران، عمران نام پدر حضرت مریمه، این غیر از عمران پدر موسی هست، چون سه جا در قرآن کلمه عمران آمده، هر سه جا پدر مریم رو میگه، یکی همین آیه است، یکی آیه بعدشه از قالت امرأة و عمران، و یکی هم در سوره مبارکه تحریمه و مریم ابنت عمران. فرماید این بزرگان رو خدا برگزید و برتری داد نسبت به همه مردم عالم، که این هم البته به خاطر همون خمیرمایه های وجودی اونها بوده که خدا اینها رو انتخاب کرد، چون ترجیح بلا مرجح از حکیم قبیحه، خدا نمیاد و بدون دلیل
به کسی چیزی رو عنایت بکن. حالا در غیر از انبیا هم همینه، در مردم عادی هم همینه، در حکما، در علما، در کسانی که به هر نحوی در زندگیشون موفقیت داشتن. این به خود من ثابت شده که اگر انسان بره بگرده ببینه چی شد این آقا به این مقام رسید، قطعا پیدا میکنه. برای خود من زیاد پیش اومد، بی دلیل خدا به کسی چیز نمیده. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه که سینه چه کسی رو بیاد و مخزن انوار خودش قرار بده. لقمان حکیم همتون میدونید یه برده بود، یه کارگر بود، اهل سودان بود، برای یه آدم پولداری کار میکرد یا حبشه. یه شخصی که این لقمان رو میشناخ از جوانیش، میدونست برده بود، میدونست غلام بودش، یه بار دید که یه جا نشسته داره برای مردم صحبت میکنه و همینجور حرفای حکمت‌آمیز، خیلی تعجب کرد، رفت جلو ازش سوال کرد، گفت تو فلانی نیستی که پیش اون پولدار کار میکنه، تو لقمان نیستی، الست عبد آل فلان؟ گفت چرا، خودمم. گفت چی شد آخه، تو کارگری میکردی، بار میبردی میآوردی، الان داری برای مردم حکمت میگی؟ بعد جواب داد لقمان، و این که میبینی من به اینجا رسیدم چند تا عامل داشت، صدق الحدیث، این که من از همون ابتدا که کارگر بودم، غلام بودم، همیشه تلاشم بر این بود که راست بگم، دروغ نگم و اداء الامانه، پولایی که پیش من میذاشت اربابم، کارایی که به من میگفت، امانت رو صحیح و سالم بر میگردوندم. غض و بصری، اون چه که خدا اجازه دیدنش رو به من نداده بود چشمم رو ازش پوشاندم. کف و لسانی، جلوی زبانم رو گرفتم، غیبت نکردم، تهمت نزدم، دروغ نگفتم. این مجموعه باعث شد که من به اینجا رسیدم. بعد خود لقمان گفت، البته این مقام انحصاری برای من نیست، هر کسی که این موارد رو رعایت کنه خدا حکمت رو از سینه او هم جاری میکنه. پس ببینید بی دلیل کسی به جایی نمیرسه. حالا باز میام تو مردم معمولی تر. این شخصی که در زمان معاصر ما بوده، 50-60 سال قبل، اون کشاورزی که در ناحیه عراق، که همه مردم میدونستن بی سواد بوده، و یه مرتبه قرآن به قلب این انسان تجلی پیدا کرد. من خودم پیرمردایی رو دیده بودم که این بزرگوار رو دیده بودن، این کربلایی کاظم. داستانش هم خیلی ساده و مختصر اتفاق افتاد. در زمانی که مثلا ماه رمضان بوده، یه مبلغی رفته بوده ده اینا صحبت کرده بوده، حکم زکات رو برای مردم گفته بود. بعد این میره پیش کسی که براش کار میکرده، میره پیش صاحب زمین، میگه آقا این ملا، این شیخی که اومده بود اینجور میگفت که ما باید یه مقداری از این گندم و جو رو به زکات بدیم. گفت آقا برو حالت خوشتون، زکات چی؟ زحمتش رو من کشیدم، یک سال آبیاری و حرس و الان چیدیم، زکات نداریم. حرف همونجا تصمیم گرفت جداشه از این آدمی که مبانی دینی رو رعایت نمی‌کنه، و اومد تو اون امامزاده. میگه یه مرتبه حالم متغیر شد و کل قرآن به سینش افاضه شد. همون موقع پیش مراجع قم بردنش، پیش مراجع مشهد بردنش، امتحانش کردن. همه مردم شهادت آقا اصلا سواد نداشت، اما قرآن رو از اول به آخر میخون، از آخر به اول میخون، کتاب میدادن دستش، طلبه ها اینو تعریف میکردن، مثلا کتاب مکاسب شیخ انصاری رو میگفتن که قرآن بخون، میگفت این قرآن نیست، اما آیات قرآن رو انگوش میذاشت نشون میداد، میگفت اینجاش قرآنه. خب ببینید بی جهت خدا به کسی چیز نمیده. در حدیث قدسی دیگه میگه یه قدم تو بردار، من 10 قدم به طرفت میام. تو فعل هستی عشقن، آدمی و پری، ارادتی بنما
تا سعادتی ببری. آخه همینجور مفتی که نمیشه، مجانی که نمیشه. خب خدا این خاندان رو برگزید و بر عالمیان اینها رو برتری داد. اما پدر مریم کجا و پدر فاطمه زهرا سلام الله علیها کجا؟ اون پدر از دامان پرورشیش مریم به وجود اومد، اما شخصیت رسول الله رو اگر میخواید تا حد خودمون، یعنی اگر میخواییم درک کنیم، راهش اینه به نهج البلاغه امیرالمؤمنین مراجعه کنید. خطبه هایی که حضرت راجع به پیغمبر دارن، غالب این خطبه ها با صفت افعل و تفضیل اومده. کان رسول الله اخشن ناس، کان اجود ناس کفن و اجر ناس صدرن. امیرالمومنین میفرماید پیغمبر سخی ترین مردم در زمان خودش بود، ندیده بودم من مانند او. اجود ناس صدرن، میفرمایند که اجود ناس کفن و اجر ناس صدرن. پیغمبر شجاع ترین انسان در تبلیغ دین خدا بود. تمام این صفات به حضرت زهرا منتقل شد. جرأت درونی برای دفاع از حق رو ببینید که فاطمه زهرایی که خودش رو از نامحرمی که نابیناست میپوشونه، اما وقتی پای دفاع از امام معصوم زمان خودش پیش میاد، با اون حالتش پا میشه میاد مسجد و محاکمه میکنه حکومت وقت رو، محاکمه و احتجاجی که جوابی هنوز ندارن بهش بدن تا روز قیامت. افی کتاب الله ان ترس اباک و ان لا ارس ابی. این سوال رو کی جواب داده تا اجر الناس صدرن. همون حالات پیغمبر منتقل شد به حضرت زهرا. اجود الناس کفن، این که امیرالمؤمنین میفرماد پیغمبر جوادترین و سخیترین مردم، منتقل میشه به حضرت زهرا که شب عروسی خودش، که دیگه همتون شنیدید وقتی سائل میاد، اون خانوم میاد همین یک کلمه میگه خوش به حال دختر پیغمبر، داری میری خانه بخت، بهترین لباس هاتو پوشیدی، یه نگاهی به لباس های من بینداز. وقتی حضرت زهرا نگاه کردن دیدن لباساش خیلی مندرسه، فرمودن به خانوما دور منو بگیرید. لباس عروسی شد در آورد و داد به اون سائل، با لباس معمولی رفت خانه شوهر. پیغمبر اومدن وقتی دیدن گفتن چی شده دخترم، لباس عروسیت کجاست؟ عرض کرد که همچین اتفاقی افتاد. پیغمبر فرمود بهتر نبود اون لباس رو نگه می‌داشتی برای شوهرت؟ زن باید برای شوهرش آراسته باشه. میدونستن پیغمبر این استفهام حقیقی نیست، برای اینکه به ما یاد بدن. عرضه داشت بابا بله میشد لباس کهنمو بهش بدم، اما قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر میخوای به نیکی واقعی برسی باید از اون چه که علاقمند هستی بگذری. این پدر حضرت زهر. وقت تمام شد، انشالله در جلسات آینده همین بحث رو ادامه میدیم، ببینیم این چهار عنصر چگونه ساختمان وجودی حضرت زهرا سلام الله علیها رو ساخت. خب من هم توفیقی بود که تونستم این چند شب رو در خدمت اعزه باشم، جمع با صفای شما شیعیان عاشق اهل بیت که الان در این ساختمان به زبان فارسی، به زبان انگلیسی، به زبان عربی، بله به کوری چشم دشمنان اهل بیت که این همه دارن تبلیغ میکنن شبان روز بر علیه اهل بیت، اینجور این چراغ روشنه در جای جای این دنیا، در اروپا، در امریکا، در ایران، در روستاهای ایران، همه جا این ایام سیاه‌پوش رو میگن یا فاطمه تو زن. لباس عروسی که سر جاش،
بلکه جان خودش رو هم در راه خدا انفاق کرد. چه کشید فاطمه زهرا در این ایام، در این شبها، در این روزها برای دفاع از امیر المؤمنین علیه السلام کاری کردن که این بچه های کوچک حضرت زهرا، امام مجتبی بزرگترین فرزندشه که 7 سالشه، ابی عبدالله 6 سالشه، به جای این که در این سنین جوانی شادابی مادر رو ببینن، میبینن مادر دست اینا رو میگیره، میبره کنار قبر پیغمبر، میگه بچه ها من دعا میکنم شما آمین بگید، الهی عجل وفاتی سریعا، خدایا دیگه مرگ فاطمه رو برسن. این بود جواب زحمات پیغمبر، این بود جواب لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که بیان بدن او رو بین در و دیوار آزرده کنن، صدای نالش بلند شه، حق بردن و سیلی زدن و سینه شکستن، مزد زحمات شب و روز پدرم بود، از فز غم مادر و فرزند بپرسید، کو شاهد حال من و قتل پسرم بود، الداخلین علی البتول به بیتها و المسقطین لها اعز جنین، کسی دیده میان خانه خیش زنی از شوهر خود رو بگیرد، کسی دیده به وقت راه رفتن جوانی دست بر پهلو بگیرد، فرمود اسما من غسل میکنم، لباس نو به تن میکنم، یه ساعتی رو میخوابم، بعد یه ساعت من رو صدا بزن، اگر دیدی جواب نیومد یه نفر رو بفرست مسجد علی رو خبر کنه. غسل کرد بیبی، لباسای نو به تن کرد، بعد یک ساعت اسماء میگه هرچی صدا زدم دیدم جواب نمیده، مونده بودم متحیر چه کنم، یه وقت دیدم در خانه باز شد، امام حسن و امام حسین دویدن، اسماء مادرمون کجا؟ عرض داشتم آقازادا مادرتون خوابیده، فرمودن اسما سابقه نداشت این ساعت مادر ما بخوابه، یه وقت بغزش ترکید، صدا زد بچه ها برید مسجد باباتون رو خبر کنید، ابی عبدالله وارد مسجد شد، فقط یه جمله گفت و برگشت، صدا زد بابا عجله کنید، معلوم نیست دیگه مادرم رو زنده ببینید. امیرالمؤمنین از جا بلند شدن، عبا از دوششون افتاد بر نداشتن، کفش به پا نکرد، با عجله دوید، وقتی رسید دید بچه ها 4 طرف مادر نشستن، هرچی مادر رو صدا میزنن دیدن جواب نمیده، سر زهرا رو به دامن گرفت، یا بنت رسول الله، دید جواب نمیده، یا بنت من حمل از زکاه به اطراف ردا، دید جواب نمیده،
صدا زد فاطمه جان من علیم، انا ابن عمک، من پسرموتم، جوابمو بده. من نمیدونم چی دید تو صورت امیرالمومنین تا چشمشو باز کرد. صدا زد علی جان میخوای گریه کنی؟ گریه کن، ابکلی و ابکلل یتامو، برا من گریه کن، برا بچه هامم گریه کن، برای این بچه هایی که مادرشون رو از دست میدن. اما تو این چهار تا بچه سفارش یکی از اونها رو بیشتر کن. ولا تن سقطی للعدا به تف الاران. صدا زد علی جان بیشتر حواستو به حسینم جمع کن. آخه من از بابام شنیدم در آینده نزدیک بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدنش جدا میکنم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه.